دوستان خوبم سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه و ایام به خیر و به میلتون باشه من احسان قیاسی هم مدرس حسابان و ریاضیات تجربی این افتخار رو دارم که در خدمتتون باشم با تحلیل آزمون قلمچی رشته تجربی قراره تو این چند تا ویدیوی که در خدمتتون هستیم نکات تاب وارون یک به یک و بقیه مباحث رو یه بار دیگه مرور کنیم و تک به تک سوالا رو واسهتون بشکافیم و خوب تحلیل کنیم بریم سراغ سوال اول طراحی نازمون این سوال رو از روی سوال مدارس برتر اسکی رفته بود تابه fx وارون خود را در چند نقطه قطع می کند دوستان خوب لطفا توجه کنید تا این تابه را ما تعیین تکلیفش کنیم منفی x بر روی قدر مطلق x انشالله همه می دانیم که باید قدر مطلق رو در ریشه بشکنیم یه بار بزرگتر مساوی صفر و یه بار هم کوچکتر از صفر بزرگتر مساوی صفر قدر مطلق خودش میاد بیرون میشه منهای x تو و تر از صفر میشه چی؟ مثبت x2 چون این تابه یه روند نزولی داره بهترین کار واسه اینکه ببینیم وارونش رو تو چند جا قطع میکنه رسم بچه ها خوب لطفا دقت کنید واسه x های بزرگتر مساوی صفر منفی x2 یعنی منظورش ایشون بوده و برای x های از صفر خود x2 اینجوری بود میخوایم ببینیم وارونش رو چند جا قطع میکنه خط یک مساوی با x را رسم خواهم کرد وارونش رو میکشم این ور آینه کنید میشه این این ور آینه کنید میشه این این یه نقطه این دو نقطه و این سه نقطه یعنی این تابه وارونش رو در سه نقطه قطع خواهد کرد این سوال رو عمدن داده بود ببینه کیا میرن اف و مساوی با ایکس میذارن و حل میکنن در صورتی که این نکته برای توابع نزولی دوستان من کاملا غلط جواب میده حواستون این قضیه باش پس بهترین راه برای توابع نزولی واسه این که بفهمیم وارونشون رو تو چند تا نقطه قطع می یادتون باشه رسم نه حل معادله Fx مساوی با x خب سوال 92 میگه اگر F تابعی وارون پذیر و ترکیب F و G امکان پذیر باشد و داریم F وارون 5x به 1 شده Gx به 2 مقدار F اوجه 3 کدام است؟ ترکیب تابع خفن خودمون F اوجه 3 فلشامو میزنم سه وارد تابع جی میشه من که نمیدونم چم میشه میام اینجا سراغ جی آی جی این تو بعد بشه سه برادر من ما اینجا رو میخوام بکنیم سه چون نیاز داریم میگه باش اگه اون تو رو میخوای بکنی سه بعد ایکس به من یک بدی ایکس رو میذارم یک خب چه اتفاقی میفته میشه اف وارون شیش مساوی با جی سه ببین عزیز دلم بعضی چیزا به ریاضی رب نداره به شعور آدم رب داره جی فرض کن مثلا میخواد بشه جی 3 مثلا فرض کن میخواد بشه این گوسفندیه اوکی اف وارون اف وارون شیش هم میخواد بشه دی همون گوسفندی دیگه اینا با هم برابر خب مگه به وارون اف شیش بدی اون گوسفنده رو نمیگیری پس به خود اف اون گوسفنده رو بدی باید شیش بگیری قربونت برم اینجا رو نگاه کن به جی 3 بدی گوسفند میده به اف گوسفند بدی دی شیش میده خب اینا رو بیار تو همین ترکیب توابه ببینم به جی سه به میده حالا گوسفنده رو به اف چند میده شیش میده تمام تمام گزینه سه دیگه از این قشنگتر نمیشه حل کنی این سوال رو بریم سراغ سوال بعدی سوال 93 اف و داده جیو داده میگه اف وارون به اضافه ژوارون وارون از چند زوج مرتب تشکیل شده اول از اینکه شما دارید جمع میبینید دو تا تابه دارن با هم جمع میشن خب این اعمال روی توابع قربونت بار اولین وظیفه شما در اعمال روی توابع پیدا کردن ایکس مشترک ولا غیر خب جیوارون رو دید با هم بنویسیم چون ساده ترین کار ممکن همینه میشه چهارو و منفی یک از اون طرف منفی دو چهار بعدیش میشه منفی سه و سه و بعدیش هم اینشالله تعالی میشه چقدر منفی یک و منفی دو این جیوارونه با من موافقید خب حالا خوب دقت کنید آقا اف رو میخوای چی کار کنی؟ میخوای تشکیل بدی؟ نه برای چی مگه مریضم تشکیل بدم ببین x سایه جیوارون چار و منفی دو و منفی سه و منفی یکه در اینجا با من موافقید ببین دوست من ما میخوایم ببینیم اینا تو افوارون خوبن یا نه آقا جون میخوایم ببینیم چهار به جی وارون بدیم اوکی هست یا نه به اف وارون بدیم اوکی هست یا نه به وارون اف چهار بدی یه چیزی میگیری اوکی ما که نداریم قضیه رو برعکس کن به اف چی بدی که منفی چار به اف چی بدی که چار بگیری یعنی رادیکال ایکس چی بدی که چار بگیری خب معلومه 16 بود این اوکی برو بعدی منفی دو بگو آقا جون منفی دو رو به اف وارون بدم یه چیزی میگیرم حالا به اف چی بدم منفی دو بگیرم هیچی مثلا رادیکالیکس به تو منفی دو نمیده خب این رد برو بعدی ارزم به حضور شما که منفی سه منفی سه رو به اف وارون بدم یه چیزی میگیرم به اف چی بدم منفی سه بگیرم مثل بالایی هیچ و در نهایت آخری آقا منفی یک رو به وارون بدیم یه چیزی میگیریم به اف وارون به خود اف چی بدیم منفی یک بگیریم هر چی که از اون دو تا زوج مرتب قبلی گرفته اینم به تمونو میده هیچی نمیده عزیز دلم رادیکالیکس که منفی نمیگی منفی یک نمیده که هیچ یعنی کلا تنها و زوج مرتبی که تو داری همین بیچاره است رادیکالیکس مساوی با 4 پس این شامل چند تا زوج مرتبه یه دونه آیشان نرید دنبال اینکه پیدا کردن وارون رادیکال ایکس و دنبال زیر بغل مار نرید خواهشن سوال به این سادگی چرا من نمیدونم یه از دبیرا دوست دارن انقدر اینو بپیچونن آقا مفهوم اعماله مفهوم وارونه چرا انقدر دوست دارید بچه رو اذیت کنید بریم سراغ سوال, سوال بعدی سوال 94 میگه دامن آورد تابع اف به ترتیب بازه های منفی یک تا یک و دو تا 4 اگر جی برابر این تابع باشه شما به ما بگید اشتراک دامن آورد تابع جی وارون کدام است ببین قربونت برم دامن و برد جیوارون رو میشه از روی همین جی خالی پیدا کرد چه جوری؟ ببین برد جیوارون همون دامنه خود جیه یا مثلا دامنه جیوارون همون برد تابع جی بوده شما انگار وظیفه داشتید دامنه جیو پیدا کنید بعد برد جیو پیدا کنید بینشون اشتراک بگیرید با من باشید لطفا عزیزان داره میگه دامنه تابه F بازه منفی یک تا یکه لفظ دامنه یعنی X یعنی X های تابه F بین منفی یک تا یک بودن در ورودی تابه F بین منفی یک تا یک بوده حالا کی میخواد وارد تابه F بشه یک منهای دو X تقسیم بر سه یک منهای دو X تقسیم به سه دوست من قراره که تو بازه منفی یک تا یک بیا داخل تابع f حالا دامنه ی اینو ما میخوایم دیگه دامنه یعنی ایکس ها. حالا باید ایکس های خالی ها اینو پیدا کنیم طرف اینو تو سه ضرب خواهم کرد اینجا میشه منفی سه اینجا میشه یک من دو ایکس و از اون طرف اونم میشه خود سه طرف اینو با یک از یک کم خواهم کرد میشه منفی چهار منفی دو ایکس اینجا میشه چقدر من یک میشه من دو طرف رو به دو به منفی دو ساده خواهم کرد که اینجا منفی 4 تقسیم بر منفی 2 میشه خود دو. اونور هم میشه چقدر مثبت یک اه... که این البته 1 میشد ببخشید مثبت 2 میشد که این بیاد اینور تقسیم بر منفی 2 میشه منفی یک یعنی x من بوده بین منفی یک تا دو بریم سراغ برد برد این داداشمون بازه دو تا چهار بود حالا یه بار قرینه شده بعد با یک جمع شده و بفرمید دو تا چهار رو یه بار قرینه بفرمید میشه منفی چهار تا منفی دو حالا زحمت بکشید یه واحد هم بیارید بالا میشه منفی سه تا مثبت سه اوکی حالا قراره که شما بین این آبیه و بین اون سبزه بگردید دنبال مشترکاتون ام. اینجا یه سوتی دادیم اگه یه واحد بیاد بالا میشه منفی یک دوستان خب این آبیه با این سبزه تو چند جا مشترکن پر واضحه که اینا فقط یه دونه نقطه مشترک دارن دیگه اونم فقط عدد منفی یک خواهد بود اینم از این یعنی شامل یه دونه عدد خواهد بود یعنی گزینه دو سوال 95 این سوال خیلی باحال اف و داده جی و اف و داده جی دو به اضافه جیوارون هشت رو میخواد خب بریم ترکیب توابع خفن خودمون فلشامون رو خواهیم زد بچه ها دو بعد وارد جی بشه پس بعد این وسط بشینه همون دو دیدگاهی افی که بهمون به دو میده جی که بهش دو میدیم کدومو داریم افو داریم پس میریم پیش اف آقای اف تشریفیار شما باید به ما دو بدیم ایشون باید دو بشه فکر کنم خیلی واضحه که الان ایکس چند بوده یعنی بدون اینکه معادله رو حل کنید ایکس دو بوده و شما دو بذاری میشه دو پایین میشه یک پس خروجی دو بوده حالا اگه دوست نداری هم میتونی طرف این وسطه این کنی خیلی حد زدنش خیلی ساده بود اینجا دو بوده بچه خب پیدا کردیم سر اولین فلشو چیکارش کنم؟ بده بغلی بغلی کیه دو ایکس منهای یک بچه این دوه ورودی ترکیبه بده به این دو دو تا چار تا منهای یک میشه چقدر؟ سه یعنی ایشون سه بوده. دوست من یعنی خروجی این ترکیب سه بوده. آقا ما تکلیف جی رو معلوم کردیم. دو بدیم باید به ما سه بده. پس جی دو برابر با سه بوده. بریم این برد جی وارون هشت رو پیدا کنیم. خب فلشامون رو میزنیم. ببین قربونت برم. جی وارون هشت حالا یه چیزی قراره بشه دیگه. میگم به وارون هشت دادم یه چیزی گرفتم. به وارون هشت دادم یه چیزی گرفتم. بیا. یعنی هشت دادم یه چیزی گرفتم خب من که ندارمش که میگم به خود جی چی بدم که هش بگیرم پس این خروجی باید هش باشه بریم خروجیمون باید هش باشه دوستان نتیجه که میشه گرفت این هشته کی بوده؟ این خروجی ترکیب بوده یعنی خروجی دو ایکس منهای یک تو اون ترکیب قبلی هم دیدید دیگه اینو مساوی با هشت میذارم اکس به دست میاد چقدر؟ دو ایکس مساوی با نه بوده 9 دوم پس اینجا نه دوم بوده حالا باز دو تا دیدگاه دارم افی که بهش نه دوم بدم جی که ازش هش بگیرم با کدوم برم قطعا با اف دیگه میریم دوباره خراب میشیم سر اف آقای ایکس بر روی سمن های ایکس ما میخوایم به شما نه دوم یا چارونیم بدیم شما چارونیم بذارید اینجا میشه چارونیم پایین سمن های چارونیم انشالله که پایین منفی نیمه بالا چارونیمه چارونیم تقسیم بر منفی میشه من های سه. یعنی این وسط سه بوده خیلی شده به جی بدیم هش میده پس به وارونش هش میدیم باید سه بده اوکی نه خیلی دورو گفتم منفی سه باید بده اینجا منفی سه بوده پس اینجا منفی سه بوده پس سه به اضافه منفی سه میشه صفر یعنی گزینه سه خب سوال 96 جی داده ف داده اچ داده این تا اینجاش دقیقا مشابه کنکور 98 ریاضیه تعداد اعضای برد H تقسیم بر اف و ج وارون کدام است خب من باید جیوارون رو تشکیل بدم که خیالم راحت شد ببینید جیوارون من بوده یک و دو سه و چار پنج و شش قراره اینجا یه اعمال اتفاق بیفته اچ تقسیم برای اون تابع دیگه پس باید بریم دنبال ایکس مشترک خوب لطفا دقت کنید باید بریم وجه اشتراک جیوارون چون شروع کننده ترکیب پایین اینه و اچ رو پیدا کنیم ببینیم اینا تو چه ایکس های مشترکن خب بریم من اول با اجازهتون ترکیبمون رو می‌نویسم بالا که اچ بود پایینم که اف وارون بود بفرمید خب اینا تو کی مشترکن یک داریم تو اچ هم یک داریم سه داریم داریم پنج داریم داریم پس این چهار و یک را دیگه بیخیاله برو بریم ستاد اعضای برد خواسته الان نگی سه تا زوج مرتبه پس میشه سه تا این سوتیه که بیشتر بچه ها میدن ممکنه بردتون یه جور درو ببین الان به H یک بدی چند بد میده به دو میده پایین به جیوارون یک بدی دو میده بعد به اف دو بدی چند میده به اف دو بدیم چهار میده پس یه زوج مرتب اینجا تشکیل میشه یک و دو چهارم بریم بعدی با یه رنگ دیگه مثلا سه بدیم چند میده به H چهار میده این طرف هم به جیوارون سه بدی چهار میده حالا چهار رو به اف بدی هشت میده یعنی سه و چهار هشتون ببین دو تا از زوج مرتبات ایگرگاش یه جوره چقدر قشنگ و هدف من کار کرده این طرح رای عزیز اینجا پنج بدیم یک میده اینجا پنج بدیم چی میده؟ اینجا اگر پنج بدیم شیش میده بعد به F شیش بدید صفر میده یعنی میشه پنج و یک سفرم چقدر خوب بودین همه یه نکات وارون رو مرور کرد اول از اینکه دو چارم و یک چهارشتم یکیه و یه دومه بعدم یک سفرم وجود نداره یعنی فقط شامل یه دونه برد یه دومه فقط گزینه یک سوالش فوق العاده قشنگ بود سوال 97 جی دو ایکس منهای یک داده شده اف وارون ایکس منهای یک داده شده حاصل gf و نو. کدام است بر خلاف ظاهر ترسناکش ولی تست فوق العاده ساده ایه ببینید ما gf و نو رو میخوایم دیگه درسته خب بریم سراغ ترکیب تابع به سبک خودمون نه وارد تابع F میشه بچه ها ما به F9 میدیم میخوایم ببینیم چی میده ما که نداریم که پس بعد قضیه رو برعکس کنیم باید بگیم آقا جون ما به F9 دادیم ندونستیم چی داد پس به وارونش چی بدیم که به ما 9 بده شما باید از این آقا 9 تحویل بگیرید یعنی 2x به اضافه 1 9 بوده از اینجا x رو میتونید به دست بیاری 4 یعنی قربونت برم اگر اینجا x رو بذاری 4 خروجی 9 میشه خب اینجا هم x رو بذاری 4 یعنی f وارون 4 منهای 1 3 مساوی بوده با 9 پس f 9 3 بوده این از سه. حالا سر سه رو ببر تو جی جی بعد ورودیش سه باشه یعنی دو ایکس منهای یکتون دوستان باید سه باشه خب دو چندتا منهای یک میشه سه معلومه دیگه دو دوتا دیگه پس اینجا هم ایکس دو بوده حالا دو رو اینجا هم بذار قربونت برم دو به توان دو چار زب در دو میشه هشت یعنی خروجی این آقا 8 بوده گزینه دو به همین سادگی خب سوال 98 گفته که دامنه این تاب عدد حقیقی مثبته و تو این رابطه صدق میکنه. افوارون 4 کدومه؟ اگه این رابطه رو همگی با هم به نظاره بشینیم یک مزاحم داخل آن خواهیم یافت به اسم F1 بیاید اون مزاحم رو از بین ببریم وقتی که قراره یه مزاحم از بین بره هر چی تابع F حالا یا هر چی دیگه که تو تابع هست تو رابطه هست باید ورودیاشون یک بشه خب الان یه F1 داریم اینجا هم f چیزی داریم اینم باید ورودیش یک بشه ایکس چند بذارم صفر بذارم ورودیش یک میشه میشه F1 به جای ایکس صفر دو صفر تا اف یک رو از بین میبره اون طرف پنج, پنج دو من های شیش هم با هم از بین میرن یه دونه دو میمونه پس اف یک تو برابر دو بوده حالا یه بار دیگه من رابطه رو مینویسم خوب لطفا دقت کنید اگر رابطه رو یه بار دیگه بخواید بنویسید اف یک من های سه تون برابر میشه با چی؟ من های چار دو میره اون و با اون پنج دو میشه 9 دو به اضافه دو حالا مگه از شما یه فارون 4 رو نخواستم برم این انگار قراره که خروجی این بشه چهار به ورودی وارون خروجی خود اف این باید بشه چهار پس از اینجا دیگه دو حالت میشه حلش کرد یه جا میتونیم بگیم که آقا جون نو ایکس دو من های شیش ایکس به اضافه 2 باید چهار بشه خب و بریم از اینجا دلتا بزنیم و ایکس رو به دست بیاریم این گرفش ولی من باشم این کار رو نمی کنم کار میکنم ببین البته که این راه راه خلاقियتیه اونایی که نمیتونن راه دلتا رو برن راحت‌تره باه الترم است ببین این که ک منهای رو ببین این 9x2 منهای 6x هم ببین این 9x2 منهای 6x توان دو این داداشمونه دیگه من غیر از اینه یعنی اگه یکی منهای ایکس رو شما به توان دو میرسوندی چی میشد میشد 9 x یه دونه ارزم به حضور شما مثبت یک یه دونه مثبت یک دو برابر اولی تو دومی هم میشد منهای 6x دیگه خب یه کاری کنیم این یکی اینجا رو خورد کنیم به یک به اضافه یک و انگار اینو به صورت یک توان دو بنویسیم چه جوری این جوری نگاه کن اینو از این به بعد میخوام اینجوری صداش کنم f یک منهای 3x مساوی است با یک منهای 3x به توان دو به اضافه یک این تیکه رو کلا گرفتم توان دو یک منهای سه ایکس اوکی خب حالا چی از ما خواسته بود؟ گفته بود که خروجیمون باید بشه چهار وقتی خروجی قراره بشه چهار قربونت برم یعنی این باید بشه چهار پیش خودت بگو بگو چی بوده به توان دو رسیده با یک جمع شده شده چهار چی بوده به توان دو رسیده با یک جمع شده شده چهار رادیکال سه بود یعنی یک منای شما برابر با چند بوده؟ رادیکال سه تموم شد و رفت یعنی گزینه چار این رای خلاقیتی دوستان اونایی که نمیتونن نرن از دلتا برن من اولش هم تاکید کردم بریم سراغ سوال بعدی سوال 99 این سوال مرتبط با ریاضیات پایه این آزمون نمودار دو تابه فوجی به صورت زیر برد اف کدام است لطفا خوب توجه کنن دوستان ما باید معادله یه سهمی و یه خط رو بنویسیم چاره ای نیست رفقا معادل سهمی نوشتن که دو تا ریشه رو داریم خیلی ساده است به چه صورتیه به این صورتی که میشه وای مساوی است با A یه ضریبی در x منهای ریشه اول در x منهای ریشه دوم ریشه‌امون رو به ترتیب جایگذاری میکنم به جای آلفا میذارم صفر به جای بتا میذارم چهار آرا رو از کجا پیدا کنم این ضریب برای یه نقطه باید خودش گراش رو داده باشه و داده ببین ایگره اون نقطه سه پس قطعا ایکس رأس سهمی میشه از بین صفر و 4 پیدا کرد این نکته بار دومه که تو این آزمون تکرار میشه تو ریاضیات پایه چنین چیزی رو داریم بچه رأس سهمی میانگین دوتا ریشه هست 0 و 4 خب وسطش میشه چند میشه دو دیگه پس دو بیندید بعد سه بگیرید یعنی خروجی سه تنظیم میکنم به جای آ خودش دو منهای صفر دو دو منهای چار منفی دو نتیجه که میشه گرفت اینه که آتون منفی 4 سوم بوده آقا تابع جی چیه داستانش چیه تابع خطیه اگه دقت کنید تفاضل ایکس اش 4 تفاضل ایگ 2 شیبش هم که مثبته عرض از مبداش هم که منفی دوه یعنی جی ایکس شما برابر بوده با یک دوم ایکس منهای دو خب بریم تابع اف رو بنویسیم تابه اف استایل اولیش اینجوریه منفی 4 سوم در درست گفتم نه منفی سه چهارم بسخواهی میکنم منفی سه چهارم برعکس تقسیم کرده بودم منفی سه چهارم در x در x منهای چهار پایین هم که چی داریم؟ یک دوم x منهای دو اون چهار بالا رو بیار پایین خود راحت کن میشه منهای سه تا x در x منهای چهار و پایین برابر میشه با چی چهار ضرب بشه میشه دو x منهای هشت این دو x من های 8 میتونیم یک ازش فاکتور بگیریم بنویسیم دو تا x 4 و با خیال راحت چون ریشه صورت و مخرجه و تو نمودار سولاخیه اینا رو با هم دیگه ساده کنیم و آرزم به حضور شما که یعنی تابع شما انگار برابر میشه با منفی 3 دوم x تموم شد دیگه قربونت برم ببین منو شما یه نفر رو نمیتونستی وارد این تابع کنی کی بود؟ چار رو نمیتونستی وارد کنی خب وقتی چار نره تو پس ایگرگی از سمت چار صادر نمیشه بیرون نمیاد رو به این داداشمون بده بگو چاری بود نمیتونستیم بدیم اگه میدادیمش چند به ما میدادی رو بذاری اینجا میشه چی منفی 6 میگه آقا جون اگه چارت میتونست بیاد داخل من به تو منفی 6 میدم خب الان نمیتونه بیاد داخل پس منم منفی 6 نمیدم خروجی میشه چند آرمن های منفی 6 خب سوال صد تابعی با این ضابطه در بازه منفی یک تا یک به یک کسب بیشترین مقدار آ کدومه همونطور که میدانید دیگه تشکیل گلدان نمیدهد دوستان گلدونباز خودمون حالا بیان گل بازی کنن آقا با این نکته خفن داشتیم خفن چی بود میگفتم اول تعیین ریشه ریشه ها رو بریز بیرون یه دونه ریشه صفر داری یه دونه ریشه یک داری بعد یک میگفتیم همه قدر مطلقا خودشون بیان بیرون میشه دو ایکس. 3 x منهای 3 یعنی انگار این تا برابر میشه با تابه 5 x منهای 3 قبل ریشه کوچیکه جفت قرینه بیان بیرون میشه چی میشه منهای 2 x منهای 3 x به اضافه 3 یعنی انگار میشه منفی 5 x به اضافه 3 بین دو ریشه ریشه کوچیکه خودش بیا بیرون یعنی میشه چی میشه 2 x ریشه بزرگ قرینش بیاد بیرون میشه من های سه به اضافه سه یعنی انگار اگه برایند بگیریم میشه منفی ایکس به اضافه یه ببین قربونت برم ما یه نکته خیلی خفن داریم تو توابع چند زابطه یه خطی خب تو توابع چند زابطه یه خطی اگر شیب خطا مختلف علامت باشه تابع قطعا یک به یک نیست صد درصد چرا؟ خب یکی شیبش منفی اینجوری یکی شیبش مثبت اینجوری خب الان نگاه کن منو ما سه تا بازه داریم یکی این زرده یکی این سبزه یکی کمی آبیه تو زرده چه اتفاقی میفته؟ شیب منفیه حالا مثلا اینجوری تو اون سبزه چه اتفاقی میفته؟ شیب بازم منفیه ولی خب مثلا چه جوری میشه؟ اینجوری طور میشه بعد یهو تو از یک به بعد میکشه میره سمت بالا ببین دورت بگردم اگه بخوای منطقی بررسی کنی زرده و سبز هر چقدر که ادامه داشته باشن یک به یکن ولی به محض اینکه به نقطه یک میرسیم همه چی گند میخوره توش یهو شیب مثبت میشه و وای میسه روبروی اینا منفی یک کجا میشه اینجا صفر دیگه خب پس منفی یک اینجا بوده آقا جون تو از منفی یک حرکت کنی نهایتا تا یک میتونی بری جلو بیشترم نه بری جلوتر شیب مخالف شیبه توه و دقیقا روبروت توای میسه و دیگه غیر یک به یک میشه چقدر خفن بریم سراغ سوال بعدی سوال 101 یه افی به ما داده شده نمودار این تابه از ما خواسته شده خب خدا میدونه که من چقدر به بچه هم گفتم این نکته مهمه اف و اف وارون ترکیب یک تابعی با وارونش به خدا که انقدر این تابه مهمه به قدری که این تابه مهمه هیچ چیزی به نظرم تو وارون هنوز انقدر بکر رو دست نخورده باقی نمونده خوب دقت کنید ببینید اول از این که وقتی که میبینید یه دستگاهی با وارونش ترکیب شده زحمت بکشید دستگاه رو بندازید دور هر چی داره میره تو همونو بیارید بیرون الان چی داره میره تو ایکس همونو بیار بیرون اینجا چی داره میره تو ایکس بیار بیرون یعنی انگار شما باید تابع یک مساوی با دو X رو ببینید اوکی دیگه اینه که حداقل عزیزم شعورت میرسه هر ایکسی بدی دو رو باید تحویل بگیری این خودش داره میگه ایگرگ مساوی با دو ایکس الان نری اینو بزنی گزینه دو یک میده دو میگیره منفی یک میده دو میگیره اینم دو ایکس یک میده دو منفی یک میده دو اینم درسته اینم درسته خب تا اینجا اوکیه این ایدهش ایده اینجور نمودار نوشتن و از روی یه تست دو گزینه دو سال 94 این تر را تر کرده حالا بماند خب بیا با من آقا جان وظیفه دوم شما اینه که برید ببینید این ایکس هاتون کجا میره ببین ایکس اولی اولی منظورم این سبز است داره میره تو اف پس ایکس هم باید عضو دامنه اف باشه این باید عضو دامنه اف باشه این ایکس دومی باید عضو برد اف باشه آقا کجا فهمیدی برد اف خب قربونت برم ایکس باید عضو دامنه اف وارون باشه دیگه دامنه اف میشه همون برد اف یعنی الان باید هم دامنه اف رو پیدا کنید هم برد اف ها. بعد مگه اینا بینشون جمع نیست یعنی اعمال روی توابه است حالا بیایید بین دامنه اف و برد اف اشتراک بگیرید آقا چون اف ما کیه منفی یک به اضافه ی رادیکال یک منهای ایکسه دامنش که پروازه وقتی یک منهای ایکس و بزرگتر مساوی صف بذارید میشه ایکس های کوچکتر مساوی یک این از دامنش بردش چی برد توابع رادیکالی به خدا که اینقدر ساده و راحت میشه پیدا کنی که اصلا نگفتنی رادیکال هر کوفتی که باشه فرجش زوج باشه خروجیش قربونت برم همیشه بزرگتر مساوی صفره هیچ ربطی به زیرش نداره خروجیش همیشه بزرگتر مساوی صفره حالا آقا جون این رادیکال هر کوفتی وقتی خروجیش بزرگتر مساوی صفره اگه یه واحد ازش کم بشه چی میشه میشه منهای یک به اضافه رادیکال هر کوفتی بزرگتر مساوی منهای یک یعنی آقا جون برده این تابی من بزرگتر مساوی منفی یک بوده حالا اگه زحمت بکشید بین اینا اشتراک بگیرید یعنی دام... یعنی اون چیزی که اون بازه‌ای که نمودار دارید بوده بزرگتر از منفی یک کوچیکتر از یک یعنی میشه بین منفی یک تا مثبت یک چه بین منفی یک تا مثبت یک بعد نمودار یک رگ مساوی با دو ایکس رو ببینید دیگه واضحتر از گزینه سه واقعا خودشه من دیگه حرفی ندارم به این سادگی و به این خوشگلی و به این خوشمزگی دیگه واقعا نمیشه این تستو دیگه واقعا جوره دیگه ای زد بریم سراغ سوال بعدی خب سوال 102 اف داده شده جیم داده شده دامنه جی جیو اف وارون شامل چند تا عدد صحیح خواهد بود بهترین راه اینه که وارون اف رو بنویسیم وارون تابع هموگرافیک که یک وارون فوق العاده باحال و ارزشمندیه ببینید بچه بدون هیچ دردسری اگر یه روزی خواستید هموگرافیک و وارون کنید جای ضریب ایکس بالا رو با عدد ثابت پایین عوض کن قرینه کن یعنی f وارونت برابر بوده عوض کن قرینه کن اون منفی که میره بالا میشه مثبت میشه خود x منهای یک اون دو میاد پایین قرینه میشه میشه منهای دو یعنی این وارونتون بوده خب همانطور که مشاهده میکنید f وارون به دست اومد بریم سراغ g وارون گفته شامل چند عدد صحیح نیست ببینید بچه‌ها واسه جی و اف وارون که میگه دامن شامل چند تا عدد صحیح نیست باید فلش رو ایکسی بزنیم با من باش آقا جان X وارد تابع اف میشه دیدید دیگه دی 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 دی. چی به ما میده اف وارون چی به ما میده X منهای های یک تقسیم بره X من های دو حالا این کجا میخواد بره این میخواد بره وارد تابع جی بشه اگه بخواد بره جی وارد تابع جی بشه باید عضو دامنه جی باشه دامنه جی یه رادیکال تو مخرجه که اون باید بزرگتر از صفر باشه دیگه مساوی نداره چهار منهای x2 اگه بخواد بزرگتر از صفر باشه x باید بین منفی دو تا دو باشه پس هر کی میخواد وارد جی بشه باید بین منفی دو تا دو باشه انگاری از شما خواسته بودن که بهشون بگید x منهای یک تقسیم بر x منهای دو کی بین منفی دو تا دوه اینو هم میشه نامساوی به مساوی تبدیل کرد و حل کرد هم میشه رسم کرد من خودم ایده رسم رو بیشتر میپسندم شاید بگید که آقا ما هموگرافیک هنوز رسم میشه بلد نیستیم بچه های خودمون حتما بهتون درس خواهیم داد نگران این موضوع نباشید لطفا آقا جون لطفا همگی با من همراه باشید میخوام این تابر رو براتون رسم کنم فعلا خیلی سربسته براتون رسم خواهد کرد تا بعدا که انشالله یاد گرفتید دیگه به سادگی اینو رسم کنید اولا که دامنش دو رو قبول نمیکنه پس یه خط x مساوی با دو رو اینجا نقطه چین میکنم بردش هم یک و قبول نمیکنه پس یه خط y مساوی با یک و اینجا نقطه چین میزنم و میرم جلو از طرفی عادی منهای بی سی منفی خواهد بود و یک حالت نزولی طور خواهیم داشت که یعنی چنین شکلی نمودار ما اینجوری خب حالا ما میخوایم ببینیم که K بین منفی دو تا دو خواهد بود دوستان لطفا خوب همگی با من همراه باشید ببین عزیز دلم میخوایم ببینیم K برابر دو میشه K برابر منفی دو میشه یه بار باید ببینم K به من دو میده یه بار باید ببینم K به من منفی دو میده این ایگرگ مساوی با دو این هم مساوی با منفی دو اوکی خوب با من همراه باشید ببین تقاطعام یکیش اینجا یکیش اینجا بدون حلش کنیم ببینم اگه ما بخویم این تابه به ما دو بده چیکار کنیم یه طرف این وسط این بفرمایید اینجا میشه دو x من چهار مساوی است با x من های یک که x برابر میشه با سه یعنی تو x مساوی با سه شما قطعا و حتما خروجیتون دو بوده اینجا خروجی ما دو بوده اون طرف چی؟ اگه این ور رو بخواید حل کنید x تون به دست میاد 5 سوم بعد اینکه طرف این این کنید اینجا بوده اینجا 5 سوم بود ببینید بچه ها ما قرار بود از کجا تا کجا باشیم از منفی دو تا دو باشیم همانطور که مشاهده می کنید اگه قرار تو این بازه باشیم باید از منفی بی نهایت تا 5 سوم باشیم یا از سه به بعد باشیم یعنی این ناحیه‌ای که من دارم آبی میکنم بین من بین 5 سوم تا سه رو نباید باشی قربونت برم پس آقا جان دامنه این تابه گفته شامل چند عدد صحیح نیست میشه آرمن های منفی پنج مثبت 5 سوم چه گیری دادم به منفی من 5 سوم تا سه شامل چه عددی نیست قربونت برم شامل یک و دو این یعنی شامل دو تا عدد صحیح نیست گزینه سه سوال 103 سوال خیلی قشنگیه اف کجا اف داده جی داده بعد میگه اف کجا مساوی با جی وارون دوه جی قراره به ما دو بده حواستون باشه نرید به ذابطه بالا فقط نگاه کنید اون ورودیه که بزرگتر مساویه یکه اگه میخواهید دو بگیرید هم باید از این بگیرید هم باید از این دو بگیرید از بالا اگر میخوایم دو بگیریم x باید یک باشه که مورد قبول هست چون بزرگتر مساویه که، از پایین میشه سه دوم که قابل قبول نیست چون کوچیکتر از یک ها رو فقط ما میتونیم بگیریم یعنی فقط اینجا یک مسافی با یک قبول قابل قبول بوده قابل قبول آقا اینجا فقط این یک بوده حالا f بعد مساوی با یک بذارید و حل کنید آقا f میخواد یک بشه چیکار کنم یه بار اینو مساوی با یک بذار یه بار مساوی با یک بذار منفی x به اضافه یک میخواد یک بشه پس x باید صفر باشه قابل قبولم هست تو این جواب هست توی این مجموع جواب هست از اونجا x2 مساوی با دو خواهد شد x میشه مثبت و منفی رادیکال دو که مثبت و منفی رادیکال دو فقط منفیش قابل قبوله چون کوچیکتر از صفر باشه پس این معادله چند جواب دارد؟ دو یکی صفر یکی منفی رادیکال دو سوال 104 یک سوال مشابه کنکور 1400 تا به وارون این را یک واحد به سمت راست منتقل میکنیم خدا میدونه من چقدر زدم تو سر و کله خودم گفتم این ایکس اضافه دو رادیکال ایکس رو یاد بگیرید این پارسال سنجش داد نصف ملت رو دقیقا اوت کرد با اینکه سوال ساده ای بود بچه ها این اتحاد رو حفظ کنید رادیکال X به اضافه یک به توان دو این کی بوده این اولی به توان دو دو برابر اولی تو دو دومی دومی به توان دو این استایل رو داره حالا X به اضافه دو رادیکال X رو دارن از این استخراج میکنن اوکی اف ایکس ما یه دونه یک کم داره میارم و میبرم یعنی انگار اف ایکس من برابر بوده با چی انگار اف ایکس من برابر بوده با رادیکال ایکس به اضافه یک به توان دو منهای یک خب میخوام وارونش رو به دست بیاریم ایکسی بود جزری بود یکی بود توان دوی بود منهای یکی بود حالا برعکس بیم ایکسی بود به اضافه یکی بود جذری بود منهای یکی بود توان دویی بود بنویس میشه x به اضافه یک زیر رادیکال منهای یک توان دو گفته اینو یه واحد کجا میبریم به سمت راست ببره به سمت راست این x میشه x منهای یک انگار تابع من الان تو حالت جدید میشه چی؟ میشه رادیکال x منهای یک به توان دو میگه با تابع f قطعش میدم بگو در چه ارزی همو قطع میکنم اف شما بود ایکس به اضافه دو رادیکال ایکس دیگه یادتونه اینا اگه بازش کنید میشه ایکس به اضافه دو رادیکال ایکس به اضافه یک روز میخوام من های دو رادیکال ایکس اون طرفم که ایکس به اضافه دو رادیکال ایکس درسته خب کیا با هم سگه ساده میشه x با ایکس میره و از اینجا چهار رادیکال ایکس مساوی با یک بوده <تصفح> چهار رادیکال ایکس مساوی با بنویسم خب اینجا چهار تا رادیکال x مساوی با یک بوده پس خود رادیکال x یک چهارم بوده پس x بوده یک شونزده هم. این از x اما این x نمیخواد این ایگرگشو میخواد بذار داخل یکی از این توابه مثلا بذار داخل ارزم به حضور شما این بذار داخل این یک شونزده هم ببین چی بهت میده بهش یک شونزده هم بدیم. به ما چی میده؟ میشه یک چارم منهای یک میشه منفی سه چارم به توان دو برسه میشه نو شونزده هم گذنه چار سوال صد و پنج سوال خیلی قشنگی بود ولی خب باید به ذهنتون میرسی چی کار میکردید دیگه من باشم اون تابعه اف و حداقل از شر یکی از اون متغیرها خلاص میکنم یعنی میام تابعه مو حداقل اگه شده توی دو به توان یک ضرب میکنم تا ببینم چه اتفاقی میفته شما اگه زحمت بکشید تابتون رو توی دو به توان x ضرب کنید خوب با من باشید میشه y مساوی با صورت و مخرج صورت که میشه چی دو به توان x ضرب در دو به توان x خب میشه چی دو به توان دو x دو به توان x در دو به توان منفی x میشه یک پایین میشه دو به توان دو x پایینم میشه منهای یک اوکی حالا ببینید این مشابه یه تابع هموگرافیکه رفقا این مشابه یک تابع هموگرافیکه حالا حتما میخواد بپرسید که آقا این چجوری مشابه یه تابع هموگرافیکه میشه ما رو قانع کنید ببین قربونت برم اگه تو جای ایکس و رو عوض کنی واسه وارون چیکار میکردی فرض کن که من اینو میگیرم اون متغیری که حالا این اصلا فرض کن تیه چرا عذاب بدیم شما رو فرض کن این تیه الان معادله من بر به وای و تیه اگه شما خواستی وارون کنی چیکار میکردی میگفتی تی مساوی است با وای منهای یک تقسیم بر وای وای به اضافه یک تقسیم بر وای منهای یک درسته الان با من موافقی انگار این یه معادله ای بوده یه تابعی بوده یه تابع هموگرافیک بوده که به جای x فقط وای نشسته تا اینجا اوکیه و تازه این تابع هموگرافیکی که تو داری یه اتفاق باحال توش افتاده اگه دقت کنی ضریب وای بالا به اضافه عدد ثابت پایین صفر شده یعنی به اضافه دی صفر شده پس خودش با وارونش چی بوده قربونت برم برابر بوده تموم شد یعنی خودش با وارونش برابر بوده حالا به جای پی تی چی گذاشته بودیم دو به توان دو ایکس اون طرف هم وایا رو برگردونید میشه چی؟ میشه ایکس به اضافه یک تقسیم بر ایکس منهای یک اینجا دیگه واقعا باید لوگاریت بلد باشید از طرف این تو پایه دو بگیرید میشه دو x مساوی است با لگاریتم x به اضافه یک تقسیم بر x منهای یک که رفقا اینجا چون یه دونه دو دارید ضرب شده به خاطر اینکه از بین ببرمش اینجا تقسیمش میکنم که از شهر این دیگه خلاص شم و این x هم تبدیلش میکنم به یک دیگه چون شده وارون تا من اینجوری بوده امیدوارم شروع حسینی نگرفته باشتون که الان زارت وردارید همینجوری بذارید آو بی زریبه X نه ببینید اینجا رو اینجا bx من های یک تقسیم بر bx به اضافه یکه ولی دقیقا استایل ما برعکسه اینجا باید تابه رو توی منفی یک یه تمام منفی یک واسهش بذارید که این کله پاشه و تابه شما به یه چنین چیزی تبدیل بشه لطفا خوب دقت کنید تابه شما انگار به یه چنین چیزی تبدیل بشه این منفی یک دومه لوگه آرزم به حضور شما x من های یک تقسیم بر x به اضافه اوفه. اوکی اوفه. این منفی یک میاد این پشت زرد میشه و این یه دوم رو منفی میکنه خلاصه از اینجا بیتون به دست میاد من های یک دوم و در نهایت آی شما به دست میاد چقدر یک جمع اینا رو خواسته که میشه گزینه دو یعنی عدد یک دوم سوال 106 نمودار یه تابعی به ما داده شده حاصل یه عبارتی از ما پرسیده شده بیشتر بازی و ریاضی این سوال به نظرم خب لطفا دقت کنید یه سری نقطه خب روی این نمودار هست بردارید اینا همه رو بدید به اون تابعی که خودش گفته بهتون تا اینایی که گفته رو ازش پیدا کنید بیا آقا جان صفر بدیم دو میگیریم درسته؟ بله خب این تو این تابع به جای اکسا بذار صفر صفر بذاریم میشه F1 به اضافه 2 مساوی با دو پس F1 صفر چه با حال این صفر اف, و اف, و اف وارون او اف وارون صفر خواسته یه نقطه دیگر امتحان کن مثلا منفی دو میدیم سه میده دیگه بذار اونجا منفی دو بذاری میشه اف پنج به اضافه دو مساوی با سه پس اف پنج یک بوده پس اف وارون یک با اجازتون پنج بوده و تازه یه اتفاق با حال اینجا میفته مگه اف یک صفر نیست خب اف وارون صفر یکه دیگه درسته خب F وارون صف یکه بعد F وارون یک دوباره اینجا میشه پنج پس پایین تا الان شما چی دارید؟ یه دونه پنج دارید F وارون دو یه نقطه دیگه این برمونده اونم امتحان کنیم منفی سه بدیم باید چهار بگیریم منفی سه بذارید منفی سه بذارید میشه منفی دو زبدن منفی سه میشه شیش با یک هفت به اضافه دو باید چهار بشه خب چه اتفاقی افتاد؟ از اینجا. f هفت دوه. پس افوارون دو برابر با هفت بوده اینجا هفت بوده بچه ها اف سه هم که همون ورودی همون خروجیه دیگه بچه ها اینجام سه بود میشه ده پنجم یعنی دو گزینه سه بال بود سوال صد و هفت یک سوال فوق العاده زیبا ولی به شرطی یک چیزی رو بلد می بودید اف داده شده حالا جی به صورت یک دو زابطه دامنه جیوارون و افوارون از شما خواستند. من میخوام یه در مورد x به اضافه براکت x باهاتون صحبت کنم یک نموداریه که من پیشنهاد میکنم بلد باشید والا 1400 یه ما رو ترسونده از هر بابتی که شما بگید میترسیم یه ذره ازش که شما یه سری چیزها رو واقعا اضافه بلد باشید ترشن که جزء تاکیدات کتاب درسیتون نیست ببینید بچه ها، این این یه چنین حالتی داره یک بهش میدیم میاد بالاتر اینجا بهتون چند میده بهتون دو میده و دوباره اینجوری میره و تو دو دوباره با اجازتون خالی میشه میره بالا چهار میده یعنی اینجا دوه اینجا یکه اینجا سه اینجا چهاره تو پر میشه میره بالا درسته؟ یه چنین حالتی همونطوری که مشاهده میکنید ما بین یک و دو نمودار نداریم بین سه و چهار هم نمودار نداریم خب ببین قربونت برم مگه الان نمیگه کدام عدد عضو دامنه یه این نیست اون عددی که تو میخوای اینجا بذاری باید بتونه وارد اف وارون بشه اون عددی که بخواد وارد اف وارون بشه میتونیم بگیم که باید از اف خارج بشه و شرط اف وارون دیگه میگیم به اف وارون یه چیزی بدیم گوسفندیه رو بدیم یه چیزی بگیریم به خود اف چی بدیم اونو بگیریم درسته بعد ببینیم کدومی که از این اعداد نمیتونه از اف خارج بشه رادیکال سه منهای رادیکال دو یک و من منهای یک و میشه 3 خب قربونت برم این میتونه خارج بشه تو این بازه است رادیکال 5 منهای رادیکال دو این دو 14 همه درست میگم نه دو دو ده دو دو دهم منهای یک و دو دو یک و چقدر میشه؟ دو دهم. اونم 6 ده هم اینم و هم میتونه خارج بشه بدین بعدی رادیکال هفت منهای رادیکال دو رادیکال هفت دو و شیش ده همه دو شیش هم منهای یک و چارده هم این میشه چقدر میشه یک و دو دهم هم اوه یک و دو هم اینجا میفته و نمیتونه خارج بشه پس فعلا همین بوده رادیکال 13 این سه و خورده ای بوده حدودا دیگه درست میگم ببینم رادیکال 13 این برش که رادیکال 9 خوابیده رادیکال 10 رادیکال 11 رادیکال 12 حالا ما رادیکال 13 ایم و رادیکال 14 15 16 این حدودا مثلا میشه 3 و 6 دهم 7 دموم، چیزی تو این مایه ها این ورم که 1 و 4 دمومه. میشه دو خورده ای که باز از اینجا رد میشه و اتفاقا خروجی داریم پس تنها گزینه ای که نمیتونسته وارد بشه همین رادیکال 7 منهای رادیکال 2 بوده پیشنهاد اکید من جان سیبیلاد یاد بگیر بریم سراغ سوال بعدیم سوال هشت میگه محل تقاطع این نمودار با وارونش نقطه A همونطور که مشاهده میکنید دوستان یک تابع اکیدن سعودی داریم تو این رادیکال و میتونیم از نکته اینکه F مساوی با X باشه استفاده کنیم درسته؟ خب یه تابع مساوی با X بذارید میشه رادیکال 3X به اضافه 4 منهای دو مساوی با X اگر موافق باشید میشه رادیکال 3 x به اضافه 4 مساوی است با x به اضافه 2 من باشم اینو حدس میزنم خیلی ساده است به خدا ببین یک دو سه شما هر چی بزنید زیر رادیکال این ولی خوب نمیشه پس برو تو منفی تو منفی منفی یک بذاری اتفاقا درست در میاد پس ایکس تو منفی یک بوده حالا منفی یک رو مثلا به ایگرگ مساوی با ایکس هم بدید ایگرگتون باز میشه منفی یک حالا نقطه متناظرش رو کجا میخوایم این تو اونو بیارش بیرون میشه 3 تا f x به اضافه دو اون برام که به اضافه یک ببین عزیز دلم این تو باید بشه چند این تو باید بشه منفی یک پس نتیجه که میگیریم x باید 3 باشه اگه x سه باشه اوز میخوام منفی سه باشه x باید منفی سه باشه حالا اگه x منفی سه باشه اون تو میشه منفی یک fش برابر منفی یک سه تا منفی یکی منفی سه به اضافه یک میشه منفی دو یعنی آقا جون x سه وایه منفی دو و جواب گزینه دو می خواهد بود خب سوال 109 یک سوال فوق العاده میتونم بگم جدید بود اون تیکه اولش و واقعا از یه سری توقع نمیره اینجور سوالا رو بزنم شاید دیده خیلی از معلمان سوال خیلی سوال زیبایی باشه بله هست ولی خب در چه لولی با من باشید دوستان خب من افو بعد بشکافم بررسیش کنم این کلک از کنکور 1400 بازی شروع شد اگر یک زوج باشه چه اتفاقی میفته بچه اگر یک زوج باشه منفی یک به توان زوج میشه یک اون توی یه عدد خودتون امتحان کنید مثلا دو دو بذارید میشه سه دوم میشه یک براکتش بذار چار میشه چار بذار یک پنج دوم میشه دونی میشه دو ببین تو هر عددی میذاری تابه براکتی نصفش میکنه یعنی هر ایکسی بره تو ایکس دوم میاد بیرون و اگه یک فرد باشه چی؟ ایکس امتحان کن خود مثلا یک یک بذاری یه منفی داریم منفی یک به توان منفی یک منفی یک به یک مثلا میشه چقدر میشه خود منفی یک اونجا اه... یک بذاری میشه چی؟ دو دوم میشه یک سه بذاری سه و یک چار تقسیم بر دو <تصفح> میشه دو ببین تو هر عدد فردی که بهش میدی عینا انگار خودشو داره میاره بیرون پس یه منفی هم که ضرب میشه میشه ایکس اضافه یک, یک دوم تا اینجا با من موافقید حالا خوب لطفا با من باشید نکته این خدمتون ارز کنم دوست من این F ما بریم ساخه G G چجوریه؟ اونم زوج و فردیه اگه یک زوج باشه اگه یک زوج باشه منفی یک به توانه دو میشه یک x منهای یک واسه x های زوجه و اگه فرد باشه میشه X. به اضافه یک خب بریم ترکیب اونو بشکافیم ببینیم چی به چی من از این شروع میکنم جی و اف وارون صد و یک خب آقا جون ما به وارون یه نفر صد و یک دادیم از خواهی میکنم ما به وارون یه نفر صد یک دادیم میخوایم ببینیم چی میده پس میگم آقا جون به خودش به خودش چی بدیم که به ما 101 بده فلشامو میزنم بفرمید فلش رو بزنیم اینجا باید چند باشه 101 این 101 کی قراره به ما بده جی جی قراره به ما 101 بده خوب لطفاً دقت کن قربونت برم جفت این زابطه ها رو باید مصاحب 101 بذاری ببینی کدوم جور در میاد ببین اینجا رو اگه اینو مصاحب 101 بذاری x برابر بوده با 102 خب همخانی داره x زوج اگه اینو مساوی 101 بذاری x بعد بشه چقدر 100 خب x فرده و همخانی نداره پس رد پاک میکنم چون هی میخوام آقا پس اینجا x چند بوده؟ 102 بوده. درسته. حالا این 102 رو کی قراره به ما بده؟ f. آقا f شما قراره به ما 102 بدید. میری دوباره پیش f اینو مساوی با 102 میذاری. اگه x قراره 102 به ما بده x باید 204 باشه. خب همخوانی داره. اگه این قراره به ما 102 بده امیدوارم موافق باشید. میشه دو تا 102 تا 204 تا بعد 204 اون یکی میره اونور میشه چقد 204 این میره اون و میشه 203 یه منفی هم توش ضرب میشه فرد یعنی جفتش قابل قبوله پس اینجا هم اینجا هم 204 قابل قبوله هم از اون طرف اگه میخواستیم 102 بگیریم ازش اگه میخواستیم 102 ازش بگیریم شد 204 اون یکی رفت اونور شد 203 توی منفی ضرب شد شد منفی 203 این هم ولی خوب دقت کنید داره میگه با دامنه اعداد طبیعی وقتی داره میگه اعداد طبیعی منفی 203 از جمع ما خدافزی میکنه و خیالم راحت شد بریم سراغ بعدیش بعدیش چیه؟ جی او منفی اف کلش وارون 102 دو. دوباره بنویسین میشه جی او اف به وارون یارو 102 دو دو دادیم ببینیم چی میگیره میگم از خودش چی بدم که 102 به من بده عزیز دلم اینجا البته یه منفی هم داره که من ننوشتم الان میخوام بنویسم اینجا میشه منفی اف ایکس خوب نگاه کن منو اینجا قراره به من چند بده 102 که قراره به ما 102 بده جی آقای جی قراره شما به ما 102 بده برو دوباره به این بگو 102 به اینم بگو 102 اگه قراره 102 بده اینجا ایکس باید 103 باشه خب این اینجا در رد میشه اینجا باید ایکس 101 باشه این قبوله قبوله قابل قبول آقا اینجا صد و یک بوده بریم بعدی آقا کی قراره به ما صد و یک بده منفی F ببین قربونت برم x بعدش منفی میشه آقا منفی F قراره به شما چی بده صد و یک بده آقای F شما قراره به ما صد و یک بده ببینیم با کدوم بریم بالتره اینو مساوی با صد یک بذار دو ضرب در 101 میشه چی؟ 202 خب با این اوکیه اگه این قراره به ما 101 بده میشه 202 اون یک هم میره اونور دوباره منفی میشه و به درد نمیخوره من حیث المجموع بخوام بهتون بگم انگار همون 202 قابل قبول بوده ولی توی منفی ضرب میشه میشه منهای 202 اوکی؟ چون به منفی F شده 101 البته میشه کار بالتری کرد اون کار با حاله میدونی چیه؟ بگیم منفی F شده 101 خب از خود f باید به ما منفی 101 بده برم پیش f اینو مساوی با منفی 101 بذارم هم اینو هم اینو اگه اینو مساوی با منفی 101 بذارید بالاییه که x میشه منفی 222 قابل قبول نیست اما پایینیه میشه منفی 202 بعد اون یکی هم میره اونور منفی 222 میشه چقدر اصلا اینکه بایی میره هیچ. میشه 202 اون یکی میره اونور میشه 201 پس این 201 بوده اوکی حال چی از شما خواسته گفته که آقا اینو حساب کن من های این کن این که شد 204 اونم که شد من های 201 اینا رو تفاضلشون رو بگیرید میشه گزینه 4 یعنی عدد سه یه ذره بی و منطقه... بال نبود دیگه یعنی مثلا تیکه اولش رو خدا وکیلی چند دفعه مثلا تو کدوم آزمونی ما دیدیم که بخوایم اینجوری بزنیم بریم سراغ سوال بعدی سوال 110 میتونم بگم 4 تا سوال آخر قلمچی و دوازده واقعا سوال سختی بودن توابع F و GOF داده شده نمودار F را دو واحد به طرف X های منفی انتقال میدهیم این تابع در کدام بازه یک فکر نیست ببینید بچه من اول از اینکه باید بفهمم تابع جی کیه میام چیکار میکنم GOF یعنی جی FX GFX یعنی G 2X به اضافه 1 این شده چی؟ شده 8x2 به اضافه 4x به اضافه 5 با اجازهتون این تیکه یه اول میخوام یه تغییرات بش بدم چجوری؟ به مثلا ارزم به حضورتون که یه دو از اون تیکه فاکتور میگیرم میشه 4x2 به اضافه 2x اینو فعلا باز بذار یه پنجم که اون پشت داریم من چی کم دارم واسه اینکه این به توان دو برسه ببین تقریبا توان دو این آماده است اولی به توان دو میشه 4 x خب دو خب دومی به توان دو میشه یک خب یه دونه یک میارم و میبرم آخرش حالا کاری ندارم دو برابر اولی تو دومی میشه 4 x میام کار بال میکنم یه 2 x اضافه میکنم همون 2 x رو کم میکنم من یه ذره باستر بنویسم همون 2 x رو, رو کم میکنم که اتفاقی پیش نیاد یه دونه یک کم کم دارم یه یک میارم یه یک با اجازهتون میبرم یه یک میبرم که الان دیگه اتفاقی پیش نیومده باشه خوب لطفا توجه کنید بچه ها. اگه من بخوام بررسی کنم انگار تابع من چه جوری شد اوزا و داستانش تابع من انگار اینجوری شد جیه دو ایکس به اضافه یک شد دوتا اینجا چار ایکس دو به اضافه یک چار ایکس به اضافه یک میشه دو تا دو ایکس به اضافه یک به توان دو چی داریم؟ یه منهای دو ایکس داریم با یه منهای یک اگر اینا رو ازشون زحمت بگیرید یه منفی فاکتور بگیرید رفقا یه دو هم که اون پشت ضرب میشه میشه منهای دو تا منهای دو تا دو ایکس به اضافه یک خب کنم یه به اضافه پنج هم که اون تهه یعنی آقا جون اگر دو ایکس به اضافه یک وارد تابع جی بشه میشه دو x به 2 دو تا 2x دو به اضافه 1 به توان دو منهای 2 دو تا 2x به اضافه یک به اضافه 5 درسته؟ حالا قربونت برم ببین منو یعنی جی تو انگار استایلش اینجوری بوده 2x2 دو دو منهای 2x دو به اضافه 5 یعنی این هم ما هم کردیم که اینو به دست بیاریم حالا میگه تا f اف اوجه را دو واحد به طرف X های منفی یه لحظه نگه دام. من اف اوجه اول ببینم کیه اوجه یعنی جی ببر بذار داخل تا F اگه جی ببرید بذارید داخل تابه اف چه اتفاقی میفته یه دو توش ضرب میشه اگه دو داخلش ضرب بشه میشه 4x2 منهای 4 دو ضرب بشه میشه به اضافه 10 بعد یه دونه یک میاد میشه به اضافه 11 آقا جون اینو قراره دو واحد به طرف ایکس های منفی ببره بعد ببینه در کدوم بازی یک به یک نیست نرو این تابه رو شروع نکن دو واحد این برون کن یه تابه درجه دو اگر رأس سهمیش تو بازه باشه یک به یک نیست قربونت برم رأس سهمی این داداش شما میشه منفی بی بر روی دو ها یعنی میشه یک دو اگه حالا اینو دو واحد ببرن به طرف یک سای منفی یعنی اینجا میشه منفی سه دو ها. درسته پس این تابع یا باید قبل منفی سه دوم یک به یک باشه یا باید بعد سه دوم یک به یک باشه هر گزینه منفی سه دوم داخلش داره بزن الان منفی سه دوم نداره 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 فقط گزینه یکی که توش منفی سه دوم یا منفی کنیم داره پس جواب درست میشه گزینه یک اینم از این سوال امیدوارم که از تحلیل آزمون دوازدهم لذت برده باشید بریم سراغ سؤال سوالای پایه